TEDx ملا صدرا استریت. خیلی خوشحالم. خب امروز با پیشرفت تکنولوژی و همینجور افزایش رشد عجیب غریب بیزینس های مختلف و همینطور به وجود اومدن ایده های بزرگ و مهم، ما در واقع به یک پوینتی میرسیم که بیایم یک سری از این مشکلات رو حل کنیم. یعنی در واقع ما ایده هایی مطرح میکنیم که هر کدوم از اونها مشکلاتی دارن همراه خودشون، و در واقع یکی از چالش های بزرگ ما حل مسئله است و انتقال پیامه. نمیدونم چقدر به این فکر کردین که ما در طول روز، در ساعت شبانه روز، چجوری میتونیم ایده هامون رو منتقل کنیم و چجوری میتونیم پیاممون رو به مخاطبمون برسونیم. همینطور زمان یکی از فکت های بسیار مهم حال حاضر جامعه ماست. نمیدونم، قطعا شما همتون از مادر بزرگا پدر بزرگا شنیدین که میگن قدیما انگار خیلی بیشتر زمان طول میکرد، یعنی دیوریشن زمانی بیشتر بود، دیرتر شب میشد انگار، ولی الان همه انقدر مشغله داریم که به اصطلاح به یه سری از کارامون نمیرسیم، و این همه به خاطر اون اتفاقات روزمره‌ای که برامون میافته. زبان جذاب و همه فهم هنر زبانیه که همه انسان‌های روی زمین میتونن اون رو بفهمن و درک کنن. میتونید شما با هنر ایده ها، مفاهیم، احساسات و تمامی اون چیزی که توی ذهنتون هست رو بدون اینکه زبان مشترکی با فرد مقابلتون داشته باشین با اونا شیر کنید و در واقع ابراز کنید. خیلی بر این اعتقادن که مهمترین وظیفه هنر در واقع انتقال مفهوم، انتقال ایده، انتقال حس و انتقال احساسات. ما واقعا برای انتقال ایده هامون چه کارایی کردیم؟ ما واقعا شده که یک ایده ای داشته باشیم ولی هیچ جوره نتونیم اون رو تبدیل کنیم به یک چیز فیزیکال؟ و این یک مسئله خیلی خیلی مهمیه که ما در حال حاضر باش درگیریم. توی فیلدهای هنری یه سری از حالا فیلدها رو با هم دیگه می‌خوایم الان مرور کنیم که اولش گرافیکه. گرافیک یا ارتباط تصویری، ما در واقع بشر از ابتدا باهاش درگیر بوده. وقتی که نگاره‌های روی غارهای از زمان چه می‌دونم خیلی قبل‌تر، وقتی که نگاره‌های روی غارها به وجود می‌آورده و به وسیله اون پیام خودش رو منتقل می‌کرده، این اتفاق رو به اصطلاح در واقع میشه گفت خاستگاه گرافیک ارتباط تصویری بدونیم. همینطور سینما. سینما هم جز فیلدهاییه که توی هنر خیلی سریع و خیلی دقیق و خیلی هدفمند میتونیم پیاممون رو، ایدمون رو، احساساتمون رو باش ابراز کنیم. در سینما نوع به اصطلاح صحنه، نوع صحنه پردازی، دیزاین صحنه، تدوین، نماها، اندازه نماها، هر کدوم از اینها میتونن محتوی پیام‌هایی باشن که به اصطلاح اون چیزی که توی ذهن ماست به مخاطب منتقل بشه. فیلد بعدی هم موسیقی. موسیقی، صدا و ریتم. همونجوری که ما پشت تلفن میفهمیم که با ریتم بوق متوجه میشیم که خط اشغاله. این ریتم اگه تغییر پیدا کنه میفهمیم که باید منتظر باشیم که طرف مقابلمون جواب بده. یعنی داره بوق میخوره. همینطور با ریتم مونوتون و بوق میفهمیم که باید وایسیم تا گوشه برداره و میفهمیم که به اصطلاح میتونیم شماره گیری کنیم. اما چیز خیلی مهمی که وجود داره اینه که رسانه یک کار عجیبی میکنه و میاد این فیلدها رو با همدیگه درگیر میکنه. یعنی گرافیک رو میاد با سینما درگیر میکنه، همینطور سینما با موسیقی. تلفیق گرافیک دیزاین، ارتباط تصویری با سینما و عرض کنم خدمتون موسیقی، ترکیب جذاب و مردم پسندیه به اسم موشن گرافیک دیزاین. نمیدونم الان چقدر از آدمایی که الان اینجا هستیم
در مورد موشن گرافیک دیزاین چه چیزی میدونیم و قطعا هممون تو طول روز باش برخورد کردیم. یه مثال خیلی خیلی ساده بزنم در ابتدا. همونجور که میدونید رنگ قرمز، رنگ خطر که توی در واقع راهنمای رانندگی وقتی ما یک چراغ قرمز رو میبینیم میفهمیم که باید استاپ کنیم، وایسیم. اما به محض اینکه حرکت وارد این ماجرا میشه، یعنی چراغ قرمز چشمک زن رو میبینیم، مفاهیم تغییر پیدا میکنن. خب و این ماجرا دقیقاً چیزیه که موشن گرافیک داره انجام میده و میاد پرداخت میکنه برای ما. موشن گرافیک در واقع یکی از بهترین وسیله ها برای ابراز احساسات، انتقال ایده و تفکر و خود شماست. خیلی ساده تر هم اگه بخوایم یه بار دیگه کلیت موشن گرافیک دیزاین رو بگیم، میتونیم راجع به این صحبت کنیم که در واقع موشن گرافیک دیزاین تمامی اون ایده های که شما توی ذهنتون دارین رو تبدیل میکنه به یک واقعیت های ملموس و میتونید از طریق اونها به اصطلاح اون چیزی که توی ذهنتون هست رو به مخاطبتون انتقال بدین. اینفوگرافیک یکی از کاتگوری که موشن گرافیک به اصطلاح به وجود آورده است که الان در تبلیغات ایران به شدت ترنده و خیلی ازش استفاده میکنن. به این صورت که میان یک محصولی رو و در واقع حالا یک سرویسی رو باش پروموت میکنن، یک ویدیو یک محصول رو پروموت میکنه، بنفیت ها و ویژگی هاش رو مطرح میکنه و روالش این شکلیه که در ابتدا میاد یک سری مشکلاتی رو مطرح میکنه، بعد از طرح مشکلات به یک قله میرسه و بعد از اونجا سولوشن رو مطرح میکنه و در نهایت هم نتیجه گیری و ماجرای دیگه. این یکی از کارهای منه که برای سایت شیپور کار کردم که تکنیک اجراش استاپ موشنه و با هم دیگه این رو ببینیم و ببینیم چه فرمیه. فقط من نمیدونم چه جوری پلی میشه. نظر شما راجع به کادو دادن و کادو گرفت به دور و برت یه نگاهی بنداز. خیلی از لوازم خونه از دست چاکیان و هر روز آرزو میکنن یه جای دیگه باشن، اما دیگه اینجا نه. بعضی از اسباب و اساسی‌ها از اینکه بروبیای قدیمو ندارن حالشون گرفته است. حتی وسایل نوعی مثل این لباس عروس هم حسابی کافیان که فقط یه بار پوشیده شدن و افتادن گوشه خونه. گاهی یه چیزایی مثل این ماشین خوشگل نصیبمون میشه که قراره تو پیچ و خم زندگی با همون باشه و باهاش کلی ماجرای تازه داشته باشیم، اما بعد از یه مدتی خودش میشه قوز بالا قوز و نمیدونیم کجای دلمون بذاریمش. پای دلال و واسطه رو وسط بکشی همه چی مفت از کفت رفته، ولی هنوز یه راه حل میانبر و ساده و خیلی فوق‌العاده دم دستته و اونم شیپوره. شیپور یه بازار داغ واسه همه وسیله‌های بی استفاده و دست دومه که توش میتونی هر کالای ریز و درشتی رو که نمیدونی چی کار کنی به راحتی آب خوردن به پول تبدیل کنی. برای اینکه تلویزیون قدیمیه رو بفروشی، برای اینکه موتورتو به خریدار واقعیش برسونی، یا بتونی موبایل قبلیتو به قیمت خوب رد کنی بره، یا واسه کیف و کفشی که نمیخوای خریدار پیدا کنی، فقط کافیه عکسای خوش رنگ و لعاب ازشون بگیری و توی شیپور یه آگهی مجانی و سریع ثبت کنی و با خیال راحت و دل خوش از معامله خودت لذت ببری. شیپور، بفروشید، بخرید، لذت ببرید. این اسم داستان شروع این ماجرا که برای من اتفاق افتاد. من از کودکی خیلی به انیمیشن و ماجرای انیمیشن و اینجور صحبت ها علاقه داشتم، ولی دقیقا از همون بچگی هم میدونستم که قرار نیست والی یا چه میدونم فروزن و از این کارهای والت دیزنی تور یا فیلم انیمیشنی تولید کنم. میدونستم که به هر حال یه همچین پروداکت قراره تولید کنم. دوست داشتم که تبلیغ کنم
و علاقه به این ماجرا داشتم تا اینکه سال 88 تقریبا من با یک کسی آشنا شدم که دورا دور میدونستم تو این فیلد به نزدیک این فیلد کار میکنه که حالا با ایشون کانکت شدم و شروع کردم به کار. این ویدئویی که دیدین استارت موشن گرافیک و موشن اینفوگرافیک توی ایران بود و بعد از اینکه حالا این کار برای شیپور کردم خیلی از شرکت‌های معتبر مثل اسنپ، تپسی، زود فود، چیلیوری، دیجیکالا، بانک‌های مثل بانک آینده، بانک دی و عرض کنم خدمتتون بانک سامان و خیلی از برندهای معتبر در واقع از اینا اوردر گرفتم برای تولید این ماجرا. و اتفاقی که وجود داشت این بود که من در واقع سراغ این رفتم که بهترین نقطه برای تولید یه همچین محتوایی کجا میتونه باشه. به این نتیجه رسیدم که بهترین نقطه برای این ماجرا استارتاپ ها هستن. استارتاپ ها جاهایی هستن که روزانه یک عالمه ایده برای سرویس دادن به مردم به وجود میاد و همه اینها مثل دیجیکالا، مثل شیپور، مثل چیلیوری، مثل زود فود، مثل ریحون، همه اینها نیاز به تولید محتوا دارن و در واقع برای پرزنت ایده هاشون نیاز به همچین ویدئویی دارن. اما ماجرایی که می‌خوایم راجبش با هم دیگه صحبت کنیم تبلیغات حلقومیه. تبلیغات حلقومی تبلیغاتی هستن که به زور سر راه ما قرار میگیرن. فکر کنید که ما داریم یک سریال مورد علاقمون رو توی تلویزیون نگاه میکنیم که یه زرب تیزر تبلیغاتی شروع میشه و همه اینجوری که این چی شدن؟ خب باید تیزر رو نگاه کنی. البته توی ایران عموماً یک کارهای دیگه میکنن. به محض شروع شدن تیزر تبلیغاتی یکی میره دستشویی، یکی میره تو آشپزخونه، یکی میره چایی میذاره و کارهای دیگه. در واقع هیچ کی وای نمیسته تبلیغ رو نگاه کنه. در واقع یه جور رست تایم شده. یا در مسیر رفتن خونه تا محل کارتون بیلبوردهای عظیم الجثه سر راه شما قرار گرفتن و این هم نوعی تبلیغات حلقومیه، تبلیغاتی که به زور سر راه شما قرار میگیرن. همینطور دارید با موبایلتون بازی میکنید که یه ویدیو به زور پلی میشه و تا اون ویدیو رو نبینید نمیتونید بازیتون رو داشته باشید. اما اتفاق مهم که میتونه به شدت تبلیغات رو هدفمند کنه، تبلیغات وایرال مارکتینگ یا تبلیغات در اصطلاح ویروسیه. اینو تبلیغاتی که توسط خود افراد به دیگران منتقل میشه. در واقع یک سری ویژگی هایی داره که مخاطبین اون محتوا رو اون ویدیو رو برای همدیگه ارسال میکنن بدون هیچ هزینه. و یکی از نمونه هایی که حالا من کار کردم کار ریتمه که با همدیگه الان دوستان اگه بزنن ببینیم. اگه عاشقت نبودم تو نمیداد این ترانه درست قبول که وقتی سیر میشه انگار قبلا گرسنه. همه میگن که تو رفتی، همه میگن که تو نیستی. ریتمو هر لحظه هر کجا. صدای خودم بود. حالا بند من هیچ وقت باز نمیشد، الان دقیقاً باز شده. اوکی، ریتمو یک کار در واقع وایرال مارکتینگ بود به این صورت که مشتری اومد بهم گفت که علیرضا ما یه ویدئویی میخوام که در مورد سایتمون بگه پروموت کنیم ما رو فلان و فسارینو. گفتم اوکی میرم میزنم. کارو زدم و فرستادم براشون. یه خانومی اونجا معرف من بود و کاری که فرستادم گفت علیرضا این چیه زدی آب روی من. گفتم چی شده؟ قبل از اینکه پخش بشه این کار گفت چی یه سری میان میخونن میزنن یعنی چی بابا یه جای اشاره فلان. گفتم اگه شما برند اورننس نمیخواید، یعنی نمیخواید به اصطلاح ورد اف مانت داشته باشین، برندتون رو بشناسن، مطرح باشین. گفت چرا ولی نمیدونم ول. گفتم اوکی بی خیال، خودم گذاشتم این کار رو. در واقع
پول و اینا هم قرار شد ندن و ماجرا داشت کنسل میشد کلا. گفتم اوکی من خودم کارو میذارم توی اینستاگرامم. کار رفت روی اینستاگرام و تا الان بالای 7 میلیون بار این ویدیو دیده شده. 1 میلیون بار فقط توی کانال معروف گیزمیز ویو خورد. و تمامی کسایی که حالا توی این ویدیو بودن، خود رضا یزدانی، چارتار و امید، اینا رو خودشون توی کانالاشون گذاشتن. جواد رضویان، خیلی از مهم کسایی که حالا مطرحن این ویدیو رو توی کانال شخصشون گذاشتن و راجبش صحبت کردن. اینستاگرام از وقتی که دیوریشن زمانی خودش رو برای آپلود ویدیو از 15 ثانیه به 1 دقیقه افزایش داد، تنها یک پیام توشه، اینکه بفرمایید ویدیو واقعا و بیاین ویدیو بذارین و الان تایم ویدیو مارکتینگه. همینطور بساط عجیبی توی سوشیال توی بسیار سوشیال مدیا به وجود اومد، توی فضای مجازی به وجود اومد که پیج هایی هستن که الان محتوا تولید میکنن، پول در میارن و حالا من به اصطلاح صحبت میکنم که رقابت عجیب غریبی دارن که لایک بگیرن، که فالوور بگیرن و بعد تبلیغ کنن و این نشون دهنده ظرفیت بالای این رسانه است. این یکی از پستایی که من توی اینستاگرام دیدم. نوشته با انگشت اشاره لایک کن، 98.6% نمیتونن این کار رو بکنن، باید 3000 تا لایک خورده این. یعنی 3000 نفر به این ثابت کردن که جز به اون 98% نیست. این یکی نوشته که دبل کلیک کن، قلب که درست شد انگشتتو نگه دار، با ضربان قلب تمام میشه. اصلا چطور؟ 9000 تا لایک دار. این دیگه اوج سریع رمز رو بزن تا باز شه. رمز 25 55، 55 رو زده که دو بار بزنی و لایک شه و در واقع تمامی اینا برای لایکه این ماجرا. و اینا رو مطرح کردم باهاتون که بدونید چقدر اهمیت داره این ماجرا، این افزایش مخاطب. و در مورد ویژگی‌های ویدیو وایرال اگه بخوام صحبت کنم، ویدیوهای وایرال در واقع ویدیوهایی هستن که یک سری فکت‌ها توشون رعایت میشه. فکت اول فکتیه که در مورد سلبریتی‌ها و افراد معروف صحبت کنیم. همین الان اگه اینستاگرامون رو باز کنیم توی اکسپلورش، فکر می‌کنم 70%ش پست‌ها در مورد بازیگرها و خواننده‌ها و فوتبالیست‌ها اینجور ماجراهاست. پس شما اگه سراغ این ماجرا برین قطعاً ویدیوتون میتونه وایرال بشه. اینو نمیدونم چیه، اینم نمیدونم چیه. ما استوریام تموم شده الان کامل. اوکی. یه ویدیو دیگه که هست فرمش یک فرم رئاله. این ویدیو هم در واقع در زمره ویدیوهای وایرال قرار داره که حالا با هم دیگه اونو ببینیم و باز راجبش با هم صحبت کنیم تا منم بند کفشام ببندم. نظر شما راجب کادو دادن و کادو گرفتن چیه؟ کادو دادن یه حس خوبی داره. کادو دادن خوبه، کادو گرفتن هم خوبه. اونی که آدم بهش کادو داده فکر میکنه اون کیو دوست داره، اون کی هم کادو بده انگار که با هم دیگر رو دوست دارن. اول عید میدن، روز تولد بسنن، بعدش عروسی عروس دوماد کادو میدن. دوست داری بهت پول کادو بدن؟ نه، چون پولامو بابام همه پولا رو ونده میزه تو جیبش. من از اون بچه هایی نیستم که یه چیزی رو باید ببینم بپرم بالا پایین، چون که احساس میتونم به هم میگن ندید و دیده. بهترین کادو این بود که تو تولدم مامان بابام به هم یه آشپزخونه دادن. بهترین کادو اصلا بابای من رو بابای من اصلا کادو بدی نمیدم. حالا یه دونه عروسک دخترونه. میدونی ولنتاین چیه؟ بله. نمیدونم ولی میدونم چیه. ولنتاین تو جمعه شروع میشه. ولنتاین اون روزی که
که به هم همه با هم کادوی قرمز میدن. دوست داری از خدا چه کادویی بگیری؟ هر چیز بدین من قبولش دارم. از خدا آرزو دارم که خرس و سلامتی بهم بده. تو مایه های رخصه کرد. خدایا به من یک کادو بده از این ماشین آمریکایی، از اینایی که راه میرن. یه خونه بزرگ بده و یه ماشین. اینم یه آرزومه. آرزوم اینه که و حضور آقای امام زمان رو بگرد. تمامه؟ ببندم بس. تو مایه های روبسکه. به عنوان جنبندی ماجرامون، دنیاییه که در تبلیغات ویدیوهایی تولید کنی که و به محض اینکه اونا رو میبینی برای دیگران بفرستی. و فکر میکنم این دوتا ویدیویی که حالا من بهتون نشون دادم، این دوتا ویدیوی آخر، ویدیویی بود که قطعا اگر الان توی گوشتون داشتین برای این اون حتما شیر میکردین. ممنونم ازتون، مرسی که حرف من گوش دادین و امیدوارم که خیلی روز خوبی داشته باشین. حتما حوزه ای کامرس، تجارت الکترونیکی رو بچسبید. در 10 سال آینده توی ایران اتفاقای فوق‌العاده بزرگی میفته. منظورم سایت ها و استارتاپ ها اینجور ماجره هاست و ایشالا که بهتر کنیم همه با هم. مرسی.